سلام هموطنان عزیز، در آرامگاه فردوسی بزرگ هستیم همراه گروه ایجادکاران صنعتکاران تئاتر فردوسی و در اینجا یک برادر ما خیلی خوب می نوازند، مانند دوتار تاجیکی است. حالا می رویم با هم زیبایی های این آرامگاه را با هم می بینیم و اینک از یک سر با هم تماشا میکنیم. خیلی باد هوای خوب است. برادر عزیز سلام، برای هموطنان ما کم کم معرفی میکردیم که چی داره چی هست. اون او بله. قلعه است. بله. که من میبینیم. من مهدی حسنی هستم، آهنگساز تئاتر هستم در مشهد و امسال در جشنواره فجر تهران با نمایشی به نام هملتک در تهران اجرا داشتم که متوجه شدم یک گروه خوب از کشور تاجیکستان، کشور دوست و برادرمون تاجیکستان، تشریف آوردن در جشنواره تئاتر فجر و بعد دستور جشنواره فجر این بود که این دوستای عزیز و این مهمونای تئاتریمون از کشور تاجیکستان بیان در مشهد اجرا کنن نمایششونو و الان به عنوان همراه و به عنوان کسی که به هر جهت کنار دوستای هنرمندمون هستیم که باعث افتخار هستن که اومدن به مشهد، در واقع در کنارشون هستیم. الان داریم میریم به سمت آرامگاه فردوسی، حکیم ابوالقاسم خان فردوسی طوسی و فردا چهارشنبه 27 بهمن ساعت 18 و ساعت 20 به وقت ایران این دوستای عزیز در بهترین تالار مشهد به نام سالن اصلی تئاتر شهر اجرای نمایش دارن و خیلی خوشحالم از اینکه میزبان شما هستیم و خیلی لطف کردین از اینکه تشریف آوردین. امیدوارم اتفاق خوبی بیفته بین کشور ایران و بین کشور تاجیکستان و مخصوصا شهر مشهد که ما نمایش‌هایی داریم، تئاترهایی داریم که در ارتباط با فردوسی هست. ما تئاترهای عروسکی داریم در ارتباط با فردوسی هست. کارهایی داریم به نام نقالی و شاهنامه خوانی. امیدوارم اتفاقی بیفته که بیشتر از اینها ما با هم مراوده فرهنگی داشته باشیم. یعنی اینکه گروه های مختلف از تاجیکستان بیان در مشهد اجرا کنن و گروه های مشهد هم در تاجیکستان بیان انشالله اجرای برنامه داشته باشن و مسئولین باید سفرا و وزارتخانه ها با هم در تماس باشن که انشالله بتونیم این رابطه فرهنگی که شما همزبان ما هستید و برادر اصلی ما هستید و فارسی زبان هم هستید، انشالله بتونیم نمایش هایی و تئاتر هایی رو با هم در ارتباط باشیم با هم. ما شما رو در دوشنبه ببینیم. خیلی ممنون. مهمون ما باشه. درباره این باغ کمی دیگه میگفتیم. خدمتتون عرض کنم که آرامگاه فردوسی هست که توضیحات اصلیش رو مسئول خود آرامگاه فردوسی در اون مقابل خدمتتون خواهند گفت. ولی اطلاعاتی که من دارم به هر جهت این آرامگاه الان این قسمتی که داریم الان ازش عبور میکنیم طرح جدیدش هست که بازسازیش کردن و وسیع‌ترش کردن و خود آرامگاه هر سال باز آباد میشه، هر سال آبادتر میشه و چون به خاطر که جمعیت بازدید کننده خیلی زیاد هست هی وسیعش کردن و خود آرامگاه حکیم فردوسی هست و برخی از شعرهای ایران هم که نامدار هستن در اینجا خاک هستن و موزه فردوسی هم داخل آرامگاه هست که الان توضیحش رو میدن راجع به ساخت بنا که در چه سالی بوده و به چه صورت بوده. کارشناسش و مسئولش داخل آرامگاه توضیح میدن خدمت. تشکر زیاد. خیلی ممنون از شما، محبت فرمودید. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود و خوش آمدگویی به همه مهمانان گرامی که امروز اومدن آرامگاه فردوسی فرزانه طوس. میخوام یک گزارشی راجع به معماری اینجا بدم، بعد به ترتیب میریم جلو بخشایی که نیاز به گزارش هست براتون بازگو میکنم.
در سال 1305 دولت پهلوی نخست تصمیم میگیره که برای شخصیت‌های مهم ایران آرامگاهی در خور شخصیت نامشون بسازه. نخستین آرامگاهی که ساخته میشه آرامگاه فردوسی است. برای همین ارباب کیخسرو شاهرخ از مجلس ایران وظیفه و خیشکاری میگیره که بیاد قبر فردوسی رو پیدا کنه. ارباب کیخسرو در سال 1305 وارد اینجا میشه، باغ فردوسی رو پیدا میکنه و به شنیده ها بسنده نمیکنه، گاه میکنه و متوجه میشه که اینجا باغ فردوسیه و سنگ قبری که در میان باغ وجود داشته برای فردوسی هستش. طرح اولیه به آندره گودار فرانسوی داده میشه و آندره گودار اینجا رو شکل اهرام مصر میسازه که با مخالفت زکالملک فروغی روبرو میشه. محمد علی فروغی میگه که اهرام مصر چه ربطی به ما داره؟ شما بیاین بر اساس فرهنگ ما و بر اساس آرامگاه کوروش بنایی رو بسازید که شبیه آرامگاه کوروش باشه. طرح به آقای طاهرزاده بهزاد داده میشه و معمار لورزاده میان اینجا رو شبیه آرامگاه کوروش میسازن. سنگ قبر قسمت بالا بوده، مردم از درب شرقی وارد میشدن بازدید میکنن و از درب غربی خارج میشدن، اما ما نزدیک کشفرودیم و خاک اینجا مرطوبه. اینا شوربختانه محاسبات دقیق مهندسی انجام نمیدن، بنا پس از چندی یه ذره نشست میکنه. در سال 1343 مهندس هوشنگ سیحون، یکی از بزرگترین نوابق معماری جهان، میاد قسمت پایین رو گود برداری میکنه، بتون مسلح میکنه، سنگ قبر رو میاره پایین و در سال 1347 اینجا رو بازگشایی میکنه. درون آرامگاه یک تندیسایی هستش که رفتیم پایین براتون گزارش میکنم. در سال 1351 انجمن آثار ملی با استاد فریدون صدیقی قرارداد میبنده و استاد فریدون صدیقی فرزند ابوالحسن خان صدیقی میاد تندیسای پایین رو میتراشه و میاره اینجا نصب میکنه. اگر مهر بورزید بریم کنار استخر وایسیم و بقیه داستان رو براتون گزارش کنم. از کدوم شهر هستید؟ از شهر دوشنبه تاجیکستان. بله، باعث افتخاره. گروه اگر معلومات داشته باشه فردا. بله، دوستانتون اینجا وایسن. دوستی زاده 319 خورشیدی هستش. در سال 348 خورشیدی با یک دختر دهقانزاده ازدواج میکنه. در میانه سال 355 خورشیدی یک شب فردوسی خوابش نمیبره. از خانه خارج میشه و وارد باغ شخصیش میشه. فردوسی دهقانزاده است و باغ زیاد داره. همسرش که متوجه میشه شوهرش کنارش نیست، به همراهش روان میشه به باغ. وقتی که وارد باغ میشه میبینه فردوسی گرفته است. حالش خوب نیست. به فردوسی میگه چرا گرفته هستی و پریشان حال هستی؟ فردوسی میگه نمیدونم چرا پریشان حال هستم. همسرش که ما او را با نام بت مهربان میشناسیمش برمیگرده میگه اشکالی نداره، من برای تو انار میارم، ترنج میارم، خوراک میارم، چراغ میارم و برای تو شروع میکنم به نواختن چنگ تا تو سر کیف بیایی و شاد بشی. فردوسی میپذیره. همسرش براش چنگ میاره، شروع میکنه به نواختن چنگ، انار و ترنج میاره، شمع که همون روشنایی هست میاره. وقتی که میبینه همسرش سر کیف اومده میگه حالا من برای تو داستانی از نامه باستان بازگو میکنم، امیدوارم وقتی که این داستانو شنیدی این داستانو حتما به شعر و چامه و نظم در بیاری. فردوسی میپذیره. همسرش براش میاد داستان بیژن و منیژه رو بازگو میکنه از نامه باستان. وقتی که داستان تموم میشه فردوسی میگه شگفت از این داستان، این چه داستانی بود، توش هم رزم داشت، بزم داشت، محبت، مهربانی، پهلوانی، جوانمردی و خیلی چیزا در این داستان نهفته است. من بیگمان این داستان را به شعر و نظم و چامه در میارم. هزار سال پیش همسر فردوسی نه تنها بلد بوده بخونه، بلکه نامه باستان یعنی تاریخ ایران را هم دوست داشته و مهمتر از همه بلد بوده ساز بنوازه. امیدوارم که زنان این سرزمین و ایران فرهنگی که شامل همه کشورهای همجوار هست، امیدوارم زنانی رو پرورش و تربیت کنن که بتونن فردوسی به جامعه تحویل بدن. اگر مهر ببرزیم بریم جلوتر بقیه داستانم براتون گزارش کنم. همینطور که داریم میریم داخل استخر فواره هست. میدونین چند تا فواره وجود داره داخل استخر؟ خب یه دقیقه صبر کنید. ببخشید. درود بر شما.
داخل استخر فواره هستش، 30 فواره هستش. یک شعر نامور هست که منسوب به فردوسیه، یادمون باشه. اون شعر هم این هستش: بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. بله، این شعر برای فردوسی نیستش، از سده نهم به بعد به شاهنامه افسوده شده و شوربختانه بیشتر شاهنامه پژوها این شعر رو میگن. من فقط دو تا دلیلش رو بهتون میگم که برای فردوسی نیست. یک دلیل ادبیش، از نظر ادبی هیچگاه عدد پیش از سال نمیاد. بسی رنج بردم در این سال سی، این سال سی اشتباهی، بعد 30 سال به کار بره. شما الان به یک کودک بگی چند تا گردو دارم، کودک برمیگره میگه من 5 تا گردو دارم، نمیگه گردو 5. پس از نظر ادبی این مشکل داره برای فردوسی نیست و فردوسی هم خدای سخن بوده. دومیش به خاطر اینکه درونش یک واژه‌ای هست به نام عجم. عجم یک واژه عربی هستش به معنی گنگ و لال. عرب به کسانی که نمیتونستن عربی سخن بگن میگفتن عجم، حالا میخواسته ایرانی باشه، مصری باشه یا رومی باشه. پس بنابراین فردوسی به هیچ عنوان خودزنی نمیکرده و به خودش نمیگفته گنگ و لال. پس این بیت در شاهنامه وجود نداره. اما فردوسی 30 سال تلاش کرد که شاهنامه رو بسرایه. ما یه بیت در شاهنامه داریم که این بسی رنج بردم از این گرفته شده و اون شعر این هستش: من این نامه فرخ گرفتم به فال، بسی رنج بردم به بسیار سال. دوستداران فردوسی اومدن این بیت رو برداشتن و بیت بسی رنج بردم رو در شاهنامه گنجوندن که از سده نهم به بعد به شاهنامه افسوده شده. پس بنابراین هر فواره نشان دهنده در از یک سال از درود بر شما، یک سال از تلاش های فردوسی هستش. بفرمایید. آقای ریاهی هم این نکته رو خیلی ثابت کرده با دلیل ها. بله، ریاهی که ثابت کرده. آقای دکتر یا حقی هم خیلی کشور اینا رفتن و بله جلسه گذاشتن. سی به یادگار در کنار آرامگاه فردوسی داشته باشیم. فقط این اتفاق سریع بیفته که میخوایم بریم پایین رو گزارش کنیم. نور از اون ایران فرهنگی است. در فرهنگ ایرانی قهرمان وجود نداره. قهرمان کسی هستش که با قهر و خشم فقط به فکر برنده شدن هستش. در فرهنگ ایرانی پهلوان وجود داره و پهلوان کسی هستش که به مهر و یاری با دوستش نبرد میکنه و به او چیزی میآموزه. یکی از پهلوانان ایران زمین آقای هادی عامل هستند که بله چند دقیقه میخوام براتون گفتگو کنم. خدمت همتون سلام عرض میکنم، مقدم همتون گرامی میدارم. به لحاظ این که من خودم دوره دکترامو در دوشنبه و در کشور شما درسامو خوندم و دکترامو گرفتم دانشگاه صدرالدین ایدین خیابون رودکی اونجا، خیلی خاطره دارم با مردم خوب، مردم مهربان، مردم مهمان نواز تاجیکستان، هم دوشنبه هم خوجند همه جا، چون قسمت ها من خیلی خب برای درسم می اومدم، خاطرات زیادی دارم. من گزارشگر تلویزیون هستم، کشتی گزارش میکنم. اگه مسابقات کشتی، چون ایران کانال ها ایران هم میگیرن تو دوشنبه، کشتی تماشا کرده باشین احتمالا صدا من رو شنیدین. خب هفته المپیک بودم، هفته بازی آسیایی، مسابقات 4 دهه، یعنی 40 سال گزارشگرم توی ایران و مردم ایران، من مردم ایران رو دوست دارم، اونا ما رو دوست دارن. تو این 40 سال یه ارتباط عاطفی با ما بین ما و مردم برقرار شده. این ارتباط عاطفی بین من و شما هم هست، چون مردم تاجیکستان فرهنگشون، زبانشون، آیینشون و خیلی با ما اصلا مثل همیم، یکی هستیم. و من خیلی خوشحال شدم که شما عزیزان اینجا هستین. وظیفه دونستم که یه تبریک بگم بهتون و یه خوش آمد بگم و آرزو میکنم که بهتون خوش بگذره. قربان دوستان. مهر به خوشحال همایون هم باشه داخل بفهم برین داخل. سلام علیکم برادر عزیز، از نام مردم تاجیکستان به شما سلام میگیم. سلامت باشید. لطفا میگفتین این سر و لباس و کدام دوره ها نقش دارد؟ قاجار. قاجار بله، نقالی، پردخونی و مشرط همایون هست. دوستان بله، خدمت.
مهر آفریدگار شامل حال ما شده و امروز یکی از بهترین شاهنامه پژوهان خراسان. من درود مهر بیکران دارم خدمت هنرمندان و همتباران خوب ما از تاجیکستان. درود میگم به همه شما و ستایش میکنم فرهنگ بزرگ ایران بزرگ رو. ما یه ایران بزرگ داریم، یه ایرانی داریم که در چارچوب مرزهای جغرافیایی نمی گنجد و باید بگوییم مرزها دیگر اساس دوری ما نیستن. ای برادر، اصل ما را خوب میدانی یکیست، تاجیکی یا فارسی یا خیش پنداری داری، این زبان پارسی را هر چی میدانی یکیست. ما باید این ریشه های مشترک و این هویت یگانه رو پیدا کنیم. مرزهای ما مشخص است، مرزهای ما نوروز است، مهرگان است و سده است، مرزهای ما گلستان و بوستان و شاهنامه و مثنوی است. در کوچه کوچه بخارا و بوی جوی مولیان و سمرقند و خجند و کولاب و هرات و بلخ و تهران و شیراز، این ریشه های مشترک و این فرهنگ بزرگ ما رو به هم پیوند داده. اصلا ما چیزی برای جدایی نمی بینیم که بگوییم چه چیز ما رو پیوند میده، یکی هستیم. لایق شیرعلی بزرگ میگوید تاجیک و ایران و افغانی چرا؟ ما در این دنیا که از یک مادریم، یک مادریم و باید چنین گفت. زمین سخت کوهستان دل نرمم عطا کرده است، درشتم هر که میخواند خطا اندر خطا کرده است. یکی گفتا تو تاجیکی، یکی گفتا تو ایرانی، جدا از اصل خود میرد، کسی ما را جدا کرده است. آن که ما را از ما جدا کرده است از اصل خود میرد. این نوروز جاودان است تا یک جوانه باقی است، تا زمانی که پرچم ایرانی میله گل سرخ در بلخ به اهتزاز در می آید، پرچم ایران شهری، تا زمانی که شاهنامه و تخت رستم در جای جای این کهن بوم جریان دارد، هویت مشترک و تبار مشترک ما در هم پیوسته است و فردوسی بزرگترین عمود است، بزرگترین محور پیوند است برای ما، چرا که او بود هویت ما رو با تمام وجود و زبان پارسی رو نگهداری کرد. یا زبان تاجیک، من میگم هیچ تفاوتی نداره، تاجیک همون فارس و همون ایرانی است و ایرانی همان تاجیک است. زبان پارسی و تاجیک ما را او بود که بر بلندانشان و ماندگاری و پاسبانی کرد و باید بگوییم برافراسر ای ابر مرد توس، جهانی تو را آمده پای بوس، بگو ای سرافراز نیکو نژاد، چو ایران نباشد تن من مباد، تو ای مهر تابنده سرمدی، گرامی ترین گوهر ایزدی، ز جا خیز و عزمی دگر باره کن، غم کار ما خفتگان چاره کن. جایگاهی که فردوسی در فرهنگ و هویت مشترک ما داره هیچ شخصیتی نداره. همه بزرگان، سعدی، حافظ، مولانا ویژند، عطار ویژه است، نظامی ویژه است، اما فردوسی دیگر است، چرا که بنیان است. اگر فردوسی نمی بود زبان پارسی و زبان تاجیک نمی بود، شاید دیگر حافظ و سعدی و مولانا هم نداشتیم. بدین رویه که ما باید این نشانه ایران شاهنامه رو شما ببینید، در شاهنامه مرزای ایران کجاست؟ کولابه، پنجشیره، خجنده، سمرقنده، بخارای، اونجا ما میفهمیم. ما مرزهامون رو در ایران شاهنامه رو در مرزهای جغرافیای فرهنگی میبینیم و میسنجیم و به همین خاطر از گفته نجیب بارور، شاعر همگرای بزرگ، من میگویم که از خراسانم اصیلن تاجیکستانی استم، شهروند مشهد و شیراز، ایرانی استم، رستم و سهراب و فردوسی منم، کاخ بلند رودکیم، جامیم اشعار خاقانی استم، خانه‌ام تقسیم در جغرافیای پارسی است، کابل و کولاب و تهرانم، خراسانی استم. اصل ما این است. از بخارایم، اصیلن تاجیکستانی استم. این نگاه و این جایگاه برای ما مشخص است. در سمرقند و خجند و وخش و چاچ ریشه فرهنگ اجداد درخشان
تو است. ریشه فرهنگ اجداد درخشان ما در همه جاست. من در کوچه پس کوچه های خوجند بو می کشیدم، بوی نیاکانی رو می رفتم، در سمرقند و بخارا بوی جوی مولیان رو با تمام وجود احساس می کردم، در هرات احساس می کنم و شما هم حتما این احساس رو در توس ما دارید. من خوش آمد می گویم به همه شما گرامیان که امروز به زادگاه پدر حماسه های ایران زمین و زبان فارسی آمدید و زادگاه خودتون و دیار خودتون توس خاصگاه هر ایرانی تبار و هر تاجیک تباری است که ریشه و پیوند خودش رو از اون میده و شاهنامه بزرگترین پیوند ماست، بزرگترین حلقه پیوند ما، چرا که همه گونه های آموزه ها باورهای ایرانی و تاجیکی رو در خودش نهفته داره، در خودش داره. آموزه های ما، باورهای ما، آیین های ما، اگر امروز آیین های ما رسم گل دادن در همه جا رفته، این نخستین بار در شاهنامه و در آموزه های ما آمده است. اگر در تمام جهان حلقه ازدواج رفته و حلقه پیوند گرفته، از حلقه پیوند فرهنگ ما آمده و از شاهنامه رفته در جای دیگر. اگر آیین های عروسی در بعضی جاها گلازین کردن به واقع خودروی عروس و داماد آمده، از شاهنامه گرفته شده و در تمام دنیا رفته. اگر لباس عروسی آمده از اونجاست، اگر رونمایی دادن بوده از شاهنامه است. این است که شاهنامه میتوانیم بگوییم هویت ما رو و ما رو پیوند میده و نگذاشت فراموش بشه آن همه عظمت، آن همه شکوه رو برای ما مشخص کرد. همه هم مقام فردوسی همون ایران بزرگ بود و همیشه از